درود و عرض ادب محضر شما هم میهنان عزیز در همه جای جهان خاصه هم میهنان مهربان در مام میهن ایران زمین با برگ دیگری از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستم و در برنامه امشب همچون همه شب ها در طول هفته نیز مروری خواهیم داشت بر آخرین و تازه پرین خبرها و نظرها از ایران منطقه و جهان نخست نگاهی کوتاه خواهم داشت بر سرفصل اهم مطالب منتخب در برنامه امشب سه شنبه 29 خرداد ماه ایرانی و پس این شبهای بهاران موجی از واکنش ها به تازه ترین درخواست بیش از یکصد فعال سیاسی مدنی ایران برای مذاکره مستقیم بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی و خشم محافظهکاران جمهوری اسلامی تبدیل شهر مشهد به عنوان یک مرکز فرماندهی افراتیون محافظه کار جمهوری اسلامی در عرصه های سیاسی اجتماعی و فرهنگی باستاب گسترده و تا با اندوه اعدام ناگهانی و شبانه درویش محمد سلاس با وجود همه ابهامات حقوقی در پرونده این درویش گنابادی شوک و حیرت از نقش نیروهای نزدیک به قدرت در تجاوز گروهی به 41 دختر ایرانی در استان سیستان و بلوچستان و تلاش قوه عدلیه در سرپوش گذاشتن این جنایت و وعده برخورد با امام جمعه ایران شهر به خاطر انتشار این رویداد در حوزه زیست محیط ایران تازه ترین هشدار نهادهای بین به تغییرات پیشرونده و ویرانگر اقلیمی در ایران در زمینه اقتصاد رویارویی دیگر جمهوری اسلامی با عربستان سعودی این بار در اوپک و بالاخره باز در همین حوزه افزایش شدید قیمتهای کالا در ایران و هشدار حسن روحانی در این زمینه سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب سهشنبه 29 خرداد ماه ایرانی برابر با 19 ژوئن 2018 میلادی است که در طول کمتر از سی دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در آغاز با تازه ترین تحولات از ایران برنامه رو می گوشهیم های وضعیت کره شمالی با جمهوری اسلامی و مذاکرات مستقیم آمریکا با خودکامه جوان کره شمالی در سنگاپور همزمان با شکست نسبی مذاکرات هسته‌ای غرب با ایران برخی از کنشگران ایرانی رو به ارائه نسخه مشابه با کره شمالی واداشت. درخواست بیش از 100 شخصیت ایرانی ساکن داخل و خارج ایران که از حکومت جمهوری اسلامی خواسته بودند که آمادگی خود برای مذاکره مستقیم با ایالات متحده آمریکا رو اعلام کنند کماکان در ستونهای تحلیلی و صفحات مطبوعات بازتاب دارد این نامه که از سوی چهره های شناخته شده ای از در واقع در داخل ایران نیز امضا شده بود با واکنش شدید محافظه کاران و تندروها روبرو شد از جمله روزنامه جوان ارگان نظامیان سپاه پاسداران در صفحه یک خود این موضوع رو با عنوان اتش حقارت یک نفره به پوشش رسانه ایان کوشید و این موضوع رو به عنوان موضوع اصلی صفحه یک خود برگزید. همینطور وطن امروز که وابسته به محافظ کاران رو نزدیک به فرقه مصباحی است در صفحه یک خود به انعکاس این موضوع پرداخت. وطن امروز در مطلبی به عنوان خیانتنامه اشاره داشت که ادهی از اصلاح طلبان و برخی افراد ضد انقلاب در نامه خطاب به مسئولان نظام خواستار بازنگری در تصمیمات اساسی و مذاکره مستقیم با آمریکا بدون قبول هیچ گونه پیش شرط شدن. در همین حال ما روزنامه های صدای کمپ اصلاحات خیلی موضع تندی نگرفته بودن و همسو بودن و راست از جمله صدای اصلاحات مطلبی به عنوان نویسندگان نامه مذاکره با ترامپ اصلاح طلب نیستند سخنان دبیر کل یکی از احزاب به اصلاح اصلاح طلب رو منتشر کرد که از مشی تندتری نسبت به محافظه‌کاران. برخوردار بود و حتی خواهان برخورد افرادی که این نامه رو امضا کرده بودند شد این روزنامه به نقل از دبیر کل حزب مردمی اصلاحات که یکی از احزاب اصلاح طلب حکومت ساخته هم هست نوشته بود که اقدامی که این افراد انجام دادند اشتباه بزرگی بود و باید به با آنها برخورد قانونی انجام شود چرا که مطالبی رو عنوان کرده اند که ممکن است به امنیت کشور آسیب بزند مذاکره با آمریکا به امنیت کشور آسیب بزند بسیار عجیب می آید به چشم مخاطب و خواننده علای حال باید اشاره کنم که افرادی چون آقایان احمد منتظری، ایسا سهرخیز، کرباسچی، حسین کروبی، بازرگان عبدالعلی، جمیر کدیور، رضا علی جنی، همینطور علی کشتگر و صدیق وسمقی این بیانیه رو امضا کرده بودند که در آن اشاره داشتند با توجه به وضعیت ناامن و پرخطر منطقه پیرامون ما و نیز بحران های مختلف و متراکمی که در داخل زندگی روزمره بخش مهمی از مردمان و سامانه اقتصاد و اجتماع و حیات ایرانیان رو تهدید می کند ما اکنون نیازمند یک عزم جدی و مسئولانه برای تغییر سیاست ها هستیم یکی از مهمترین سیاست ها به زم اینان همانا مدیریت در عرصه تنش میان ایران و آمریکا برمیگردد در ادامه به خراسان دارالخلافه نو تأسیس بنیاد ولایت می رویم که عملا مشهد به مرکز فرماندهی تنروها و افراتیون محافظهکاران تبدیل شده است در این میان روزنامه خریدار در صفحه یک خود در مطلبی با عنوان مشهد به هشت به دنبال پاسخ به این سوال بود که چرا گروه های افراتی اخیرا علاقه خاصی به خراسان دارند خریدار در بخش از گزارش خود اشاره می کرد اخیرا اخباری مبنی بر اینکه اعضای جبهه پایداری در حال عزیمت به شهر مشهد هستند به گوش می رسد و به نظر میرسد این گروه تون رو فضای مشهد رو برای فعالیت های بیشتر خود مهیا دیده و حالا قصد دارد با حضور در این شهر برای انتخابات مجلس فعالیت کند جنبندی مطلب این روزنامه یعنی روزنامه خریدار از چرایی میل به تعبیری کوچ کردن لایه های تون رو به خراسان همانا مندی از خانه آستان قدس است برای مجلس این روزنامه با برشمردن برخی از فعالیت های محافظه کاران تون رو مشهد رو مکان امنی برای تون رو نامید و اشاره میکرد که حمله به سفارت عربستان یا اتفاقات دیماه گذشته که به بسیاری از مشهد کلید خورد و پیش از آن اعضای جبهه پایداری در آنجا سخنرانی های زیادی علیه دولت روحانی انجام میدادند و یا پیامک های اخیر پیامک های تهدیدآمیزی که اخیرا نمایندگان مجلس دریافت کردهاند همه اینها نشانگر آن است که فضای شهر مشهد بهشتی برای تنروها شده و به نوعی طی سالهای اخیر مقر مطمئن و امنی برای این گروهها بوده است روزنامه خریدار در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از آقای صادق جوادی حسار فعال سیاسی مقیم شهر مشهد نوشته بود که فعالیت تیف های تونرو در مشهد مدیون حضور امام جمعه این شهر یعنی آقای علم الهدا نماینده یعنی تامل اختیار خامنه ای در خراسان است که به دیدگاه های این گروه ها نزدیک ترند و حتی اگر هم گروه های تنرو رو مورد حمایت خاصی قرار ندهند اما از لحاظ مواجهات علنی و سیاسی با آنها همسو تر هست و این موجب می شود که آنها بتوانند در زیر سایه عملکرد آقای علم خدا و نهادهایی که با ایشان همسو هستند فرصت بیشتری برای انسجام بخشی در رفتارهایشان داشته باشند بایستی اشاره نمایم که آقای علم خدا امام جمعه مشهد و دامادش ابراهیم رئیسی نماینده علی خامنه در تولیت حرم امام رضا امام هشتم شیعیان با در دست داشتن امکانات مالی بسیار عظیم با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی عملا مشهد رو به مکانی برای تقویت لایه های تندروی و پایگاهی برای حمله به دولت های بعضا بدل کردند و در حقیقت علم الهدا در زیر سایه رهبر جمهوری اسلامی یک امپراتوری مالی بزرگ در خراسان تشکیل داده که به دولت و قانون پاسخگو نیستند و, و هر که میخواهند به دخل و خرج میپردازند. و اما ماجراهای جانکاه اعدام شبانه یک درویش شهر که سوگ و شوک بر شهر نشاند و نهادهای بینالمللی رو به واکنش کشند تا جایی که روزنامه حمایت ارگان قوه قضایی آن رو قاطعیت قانون خواند اما سازمان اف بینالملل آن رو ناعادلانه توصیف کرد روزنامه یه حمایت که متعلق به قوه قضایی است و طبعا بایستی خب مشی بیطرفی رو در پیش بگیرد که البته هیچگاه چون این نبوده با فتنگر خواندن دراویش از جمله نوشت که حکم قصاص محمد سلاس از دراویش بزم این روزنامه فتنگر خیابان پاسداران که سه معمور مدافع امنیت رو به قتل رسانده بود روز گذشته پس از طی مراحل مختلف و آین دادرسی اجرا شد و بار دیگر قاطعیت دستگاه قضایی در اجرای قانون ظهور و بروز یافت این در حالی است که زینب تاهری وکیل او همینطور پسر ایشان من در اینستاگرام می و دخترش گفته بودند که آقای سلاس اساسا سه ساعت پیش از حادثه بازداشت شده و راننده اتوبوس نبوده است همچنین در یک فایل صوتی که چندی پیش منتشر شد آقای سلاس عنوان کرده بود که بر سر شکنجه به قتل مأموران اعتراف کرد و اشاره می کرد که اگر در دادگاه اول از خودم دفاع می مرا می میترسیدم که بگویم تنها یک کلمه گفتم که من نبودم گفتند بزنیدش تا بمیرد و بگویید در درگیری کشته شده و من سعی می کردم که کجدر و مریض با نیروهای انتظامی رفتار کنم که فقط مرا نکشند تا حرفم از نیروی انتظامی به بیرون برسه زینب تاهری وکیل محمد سلاس پیش از اعدام او گفته بود شواهد تازه‌ای به دست آمده که نشان میدهد آقای سلاس راننده اتوبوسی که با ماموران نیروی انتظامی برخورد کرده نبوده است همچنین ایشان روز یک شنبه در توییتر خود خطاب دادستان تهران نوشته بود که من با سابقه سالها وکالت زمانت می کنم او بیگناه بوده و ادله غیر قابل انکاری دارم که ایشان بیگناه است. دلیل این همه عجله و اجرای ظلم چیست در سوی دیگر سازمان عفو بین و نیز ساعتی پیش از اعدام این درویش گناوادی از مقام های جمهوری اسلامی خواسته بود که روند اعدام رو متوقف کنند اما روز گذشته همان که شما بی بینندگان عزیز آگاهی یافتید این شخص اعدام شد و طبق گزارش ها جسد آقای محمد سلاس بدون اجازه خانواده اش به شهرستان بروجرد فرستاده شد و بدون حضور آنها در آن شهر دفن شد از جنایتی به خیانتی دیگر می رویم که چگونه این طایفه از کشت ستانند قرامت جنایت گروهی مردان منتصب قدرت در تجاوز به دختران بی دفاع ایران شهر و تلاش پاسبانان ولایت در پنهانسازی این فاجعه خوفناک در حالی که در همه جای دنیا هنگام بروز جرائم اخلاقی بر رسیدگی سریع و قاطع این موضوع تأکید می شود اما قوه قضایی تحت امر رهبری ایران خواهان مطرح نشدن این گونه موضوعات شده و وعده میدهد که با منتشر کننده خبر تجاوز به چهل یک دختر در ایران شهر برخورد می شود. روزنامه همدلی در این زمینه در مطلبی به عنوان مکتوم کنید سخنان دادستان کل کشور را منتشر کرد که گفته بود همگان وظیفه دارند اگر حادثه ای در جای اتفاق افتاد آن را مکتوم کنند نه اینکه با طرح در اماکن ذهن خانواده ها و افکار عمومی رو مشوش کرده و موجبات سوء استفاده ادعی را فراهم نمایند روزنامه همدلی در ادامه از دستور به مراجع زیسلاه قضایی برای یافتن منشأ و تحت تعقیب قرار گرفتن عامل انتشار این خبر به نقل از دادستان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خبر داد و اضافه کرد که محمد جعفر منتظری تصریح کرده که شکایتی از سوی دو یا سه نفر از بانوان انجام شده که باید دید موضوع در چه حدی و به چه کیفیتی بوده است و آیا شکات به شکایت خود باقی هستند یا خیر ظاهرا برای مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی شکایت دو سه و چند نفر تظلم خواهی در برابر تجاوز نیست و چندان هم دارای اهمیت نمی باشد در همین رابطه روزنامه شرق در مطلبی با عنوان ورود دادستان به پرونده ایران شهر به نقل از رئیس شورای تأمین و فرماندار ایران شهر نوشته بود که در همان ابتدای امر و در کمتر از چند ساعت عامل اصلی موضوع تجاوز و دستگیر کرده و در حال پیگیری هستیم اما قضایی پیچیده است و تا کنون به جنبندی نهایی نرسیدیم در همین حال خانم طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به پیگیری های خود از منابع غیر رسمی گفت که امام جمعه ایران شهر اعلام کرده که یکی از متهمان این تجاوزها از پایگاه قدرت و ثروت برخوردار است همان گونه که بیشین شما بینندگان عزیز آگاهید این نخستین بار نیست که محافظه‌کاران جمهوری اسلامی خواهان مسکوت ماندن اخبار تجاوز به زنان و دختران میشوند چندی پیش هم به دنبال انتشار خبر تجاوز به یک دختر بچه پنج ساله افغان خمینی شهر اصفهان محمد جواد ابتهی نماینده ای اصولگرای این شهر حتی خواهان برکناری رئیس اورژانس اجتماعی کشور به دلیل انتشار چنین خبری شده بود از سپهر پرستیز سیاست به موضوع و معضل زیست محیط ایران گذاری و نظری خواهیم داشت روزنامه اطلاعات مطلب اصلی صفحه یک شماره امروز خود رو به عنوان هشدار درباره تشدید تغییر اقلیم در ایران به موضوع زیست محیطی اختصاص داده بود. روزنامه اطلاعات در بخش از مطلب خود اشاره کرد که پدیده های نظیر خشکسالی، طوفان، ریزگرد، جابجایی دمای فصول، جری شدن سیل و بیابانزایی طی سالهای اخیر به حدی در ایران افزایش یافته که کارشناسان بینالمللی نسبت به عواقب این تغییرات اقلیمی هشدار میدهند این روزنامه در ادامه گزارش خود اشاره داشت که نمایندگان هیئت بینالمللی تغییر اقلیم از سوی سازمان جهانی هواشناسی دیروز در تهران عواقب تشدید این پدیده ها رو برای آینده توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران منفی توصیف کردند و به خبرنگاران گفتند که همسوسازی تمامی برنامه های توسعه در ایران با مسائل زیست محیطی و جلوگیری از تشدید سرعت تغییر اقلیم یک ضرورت انکارناپذیر است روزنامه اطلاعات از جمله روزنامه های نسبتا میان روی تحت امر نهاد رهبری ایران به نقل از رئیس بخش رانش زمین مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی ایران نوشت که فرونشست زمین در جنوب تهران تا حوالی میدان انقلاب رسیده است همچنین مهمترین عامل ها افت سطح ایستایی در دشت جنوبی تهران به دلیل مصرف آبهای زیرزمینی و کاهش نزولات جوی است که این امر رو صدور پروانه های چاهای کشاورزی حفر غیر غیرمجاز و غیرقانونی تشدید کرده است این مقام آگاه وزارت مسکن و شهرسازی در ادامه اشاره کرد که بسیاری از خطوط جاده ها، فرودگاه ها، ها، لوله های نفت و گاز اثرات فرونشست رو متحمل شده و در مسیرهای هموار شکاف برداشتند. جا دارد اشاره نمایم که افت 20 سابقه ی بارندگی های امسال موجب شده تا 20 استان کشور بارندگی های منفی رو نسبت به سال گذشته تجربه کنند سال هاست که رسانه ها و مراکز علمی پژوهشی دنیا درباره پدیده تغییرات اقلیمی هشدار می دهند و بسیاری از کشورها نیز سعی کردند خود رو با آن وفق دهند اما به نظر می رسد که مدیریت کشور در جمهوری اسلامی هنوز بحران را به طور دقیق درک نکرده است بحرانی که بیشتر از جنگ و تهدیدات نظامی ایران را تهدید می کند و بنابر گزارش های منتشر شده توسط خود منابع دولتی در کمتر از 32 سال 70 درصد ایران غیرقابل قابل سکونت خواهد شد در ادامه برنامه امشب از زیست بوم ایران نظری به حوزه اقتصاد نابسامان کشور میاندازیم که تحولات نفت این بار مشام واکنش جمهوری اسلامی رو آلود و آزرد در این میان روزنامه اقتصاد ملی در مطلبی به عنوان تصمیم ضد ایرانی اوپک را وتو می کنیم از قصد عربستان و البته کشور روسیه برای افزایش تولید نفت اعضای اوپک خبر داد که واکنش جمهوری اسلامی رو به دنبال داشت این مطبوعه به نقل از حسین کازمپور اردبیلی نماینده ایران در اوپک نوشت که سه عضو مؤسس اوپک قصد دارند این طرح را متوقف کنند اگر عربستان و روسیه میخواهند تولید خود را افزایش دهند این مستلزم اجماع است این روزنامه در ادامه اشاره داشت که ایران اعلام کرده ونزوئلا و عراق به همراه ایران مانع از تصویب پیشنهاد افزایش تولید نفت در نشست این هفته ای اوپک در وین خواهند شد عربستان و روسیه گویا از پیشنهاد افزایش تولید پشتیبانی می کنند. روزنامه اقتصاد ملی در ادامه گزارش خود اشاره کرد که اظهارات نماینده ای ایران نشان میدهد که اعضای اوپک نشست پرتنشی رو در مورد پیشنهاد پایان دادن به توافق کاهش تولید خواهند داشت 24 کشور عضو توافق کاهش تولید موفق شدند به هدف خود یعنی برقراری توازن در بازار و افزایش قیمت ها دست یابند و دو تولید کننده بزرگ یعنی روسیه و عربستان اکنون قصد تعدیل این توافق را دارند در حالی که عربستان و روسیه کمتر از ظرفیت خود نفت تولید می کنند بسیاری از کشورهای عضو اوپک از جمله خود جمهوری اسلامی ایران و همینطور ونزوئلا دیگر دوست این نظام حتی در صورت افزایش سهمیه تولید هم ممکن است نتوانند تولید خود را افزایش دهند و در وقت باقی مانده باز هم خبری و نظری در بازار اقتصاد رنجور و محجور این روزهای ایران به دنبال افزایش شدید قیمت بسیاری از کالاها و محصولات مورد نیاز مردم روزنامه ایران ارگان دولت در مطلبی به عنوان هشدار رئیس جمهوری به نقل از حسن روحانی نوشت مصرف کنندگان نباید هزینه سودجویی ادعی رو بپردازند سودجویان اقتصادی آماده برخورد قاطع مالیاتی باشند. روزنامه ایران در ادامه مطلب خود با تلاش برای نشان دادن اقدامی عملی از سوی روحانی برای مهار گرانی نوشته بود که سابقه عملی اقدامات ناظر به این دست اظهار نظرها در هفته های اخیر هم میتواند گواه آن باشد که دولت برای مقابله با وضعیت فعلی بازار خود را در چارچوب گفته های شفایی محدود نکرده باید اشاره کنم که روز 23 خرداد آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران از دستور حسن روحانی به همه دستگاه های با موضوع گرانی خبر داد و در همان روز گفت که قسمتی از این دستور رئیس جمهوری ناظر به تخلیه کالاهای انبار شده برای مقابله با گرانی است البته خب این روزنامه در ادامه هیچ اشاره نکرد که نتیجه ی این دستور رئیس جمهور چه شده چه بوده و چرا همچنان قیمت ها و حتی قیمت اجناس خوراکی پایه روز به روز افزایش می و یک گرانی افسار گسیخته بر تمامی سطوح مایحتاج ایرانیان حک فرما شده در همین زمینه و مضمون روزنامه ابتکار نیز در مطلبی به عنوان اقتصاد آزاد یا کنترلی به چگونگی مکانیزم های دولت روحانی پرداخته بود و از به هم ریختگی موجود در فضای اقتصادی کشور این گونه نتیجه می که دولت برنامه خاص کنترل کننده برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی ندارد و هنوز برای کارشناسان و نمایندگان نیز مشخص نیست دولت به دنبال اجرای اقتصاد آزاد است یا اقتصاد کنترلی روزنامه ابتکار در ادامه به نقل از آقای محمود صادقی یکی از نمایندگان دیراشنای افکار عمومی در مجلس یکی از مشکلات ساختاری در عرصه اقتصاد ایران رو بلا تکلیفی در رویکرد اقتصاد دولتی دانست به نحوی از آنها میخواهد بگوید که اصلا برنامه ندارند در جمهوری اسلامی برای مسائل اقتصاد به تعبیر ایشان معلوم نیست اقتصاد ما سوسیالیستی است، کاپیتالیستی یا اسلامی است و اصلا اقتصاد اسلامی یعنی چه؟ آشفتگی در سیستم و رویکرد اقتصادی چیزی است که در این چهارده همواره همراه ما بوده است و تکلیفمان با خودمان روشن نیست. اشارت به قایت هوشمندانه کرده بود. این جانب نیز باید اشاره کنم که به عقیده بسیاری از کارشناسان تا زمانی که در حکومت جمهوری اسلامی همه معذرات و مشکل... مشکلات رو به عامل خارجی نسبت میدهند که آقای خامنی خب به دفعات در هر سخنرانی بیش از ده ها بار از دشمن استفاده میکند نمیتوان امید داشت که مشکلات حل شده و یا در مسیر درست در جهت حل شدن قرار بگیرد و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا شامگاه فردا در ایران فردا بامداد روشن بدرود